یاد خدا. سلام خدمت تمام وطنداره عزیز، امیدوار هستم در هر نقطه از جهان هستین خوب خوش سر حال باشین. با یک سلام گرم خدمت شما حاضرین در تالار، خوش آمدین به استیج رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز امشب مهمان برنامه شدن که به خاطر 500 هزار افغانی با همدیگر رقابت کنن. می‌نم استقبال گرم کنیم از دو فامیل عزیز ما. نخست فامیل شمال، دوستا تشویقشان کنیم. که شایب عزیز سر تیمشان است، خوش آمدین به برنامه. خوش باشین شمزون، سلام برای خودتان، سلام برای تیم مقابل، سلام برای حاضرین در تالار و یک سلام خاص برای کسانی که ما را از تلویزیون جهانی طلوع میبینند. شایب صالحی هستم، سر تیم خانواده شمال، متعلم صنف 12 و هم تیمانم راشد جان دوست خوبم، متعلم صنف 9 و راشد آرش جانم پسر خالم، متعلم صنف 9. بسیار عالی. خودت شمال هستی، راشد جنوب است، آرش غرب است، شرقتان کجاست؟ شرق ما نیست پیشتر. شرقتان شش شرق ما هم هست. دوستا تشویقشان کنه. میرم طرف فامیل اقبلواک که جلیل عزیز سر تیمشان است، خوش آمدیم به برنامه. سلامونه رحمانی صاحب تاسو ته، مقابل تیم ته، د ټولو تلویزیون ټولو لیدونکو ته او د تالار راغلو دوستانو ته. جلیل اقبلواک ما د اقبلواک سر تیم، اقبلواک کورنۍ سر تیم، د ژورنالیزم پوهنځي محصلم. بسیار دوست عبدالمنان زازی د اقتصاد پوهنځي نه فارغ دی، د می د خاله زوی دی، او همدارنګه رفیع الله فاروقی می هم د خاله زوی دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل. بسیار دوست هستین یا کوم خیشه؟ د خاله زمون یو سره خاله. بسیار عالی، دوستا تشویقشان کنید. با نام و یاد خدا برنامه را شروع میکنیم. میریم سراغ سوال اول برنامه که از دو سرتیم ما جلیل عزیز و شایب عزیز خواهش میکنم دوستا تشویقشان کنید که تشریف بیارن. بفرمایید. آماده هستیم؟ آماده هستیم. بله. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 8 جواب گرفته. آماده هستیم؟ بله. بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص را میبینید؟ جلیل جان. تصویر پدر. پدر. هست؟ پدر؟ با ما بلند بخونه دوستا. پدر! بیشترین امتیاز را گرفتی و شانس هم نداری با فامیل شمال. خوب. طرف فامیل بریم. واگذار میکنین یا میریم؟ میریم. میرن. تشکر شاید عزیز. منم جان، در یک تصویر خانوادگی غیر از خود تصویر کدام اشخاص میبینی؟ برادر. 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 خوب. رفیق جان، بجز خود در یک تصویر تصویر کدام اشخاص دیگر میبینی؟ تصویر مادر. مادر. بله. بهترین تصویرها، فرشته زمینی به نام مادر هست. مادر. بله. مادر. جلیل جان، بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ تصویری کاکا. کاکا هست. کاکا. کاکا که همون مامان در جمعش میآید. منان جان، بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ برادرزاده. برادرزاده هست دوستا؟ بله. برادرزاده نبود. رفیق جان، بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ خواهر. خواهر هست. خواهر. اینال چک چک کن. جلیل جان، بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ تصویری اما. اما. بله. اما. و خالند جمعش میاد. من آنجان، در یک بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ بچه کاکا. بچه کاکا. مشورت کنه فامیل شمال. رفیق جان، بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ پدر کلان. پدر کلان. پدر کلان. جلیل جان، یک جواب مانده. بجز خود در یک تصویر خانوادگی تصویر کدام اشخاص میبینی؟ نیا یا مادر کلان. مادر کلان. و جوابای سوال ما رو کامل کردیم و 100 امتیاز پوره را گرفتین و به تیم شمال هم شانس ندادین. میریم سراغ سوال دوم برنامه. از نفرای دوم خواهش میکنم که بیان به این سوال جواب بدن و شما دوستا تشویق کنین. منان و راشد. آماده هستیم؟ سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 8 جواب گرفته. این سوال یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگیرید. راشد. شاعر مشهور افغانستان. بله. 3 ثانیه زمان دارید. یک. شابیگم. شابیگم. شابیگم که مخفی و دخشی تخلص میکن. نه. منان جان، یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. ابن سینای بلخی. ابن سینای بلخی هست؟ نه. یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگیرین. عبدالرؤف بینوا.
عبدالرؤوف بینوا. عبدالرؤوف بینوا هست. راشد جان یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگید. استاد قاسم افغان. استاد قاسم افغان. برو تشریف دوستا تشریفشان کنید. شانس و تنسوزان میریم از نفرهای سوم. سوال دوم پرسان میکنیم. رفیع عزیز و آرش عزیز دوستا تشریفشان کنید. یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگیره. قهار آسی. قهار آسی هست. قهار آسی. قهار آسی. شانس داری رفیع. یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. عبدالرحمن بابا. عبدالرحمن بابا هست. نبود. سایکو میری یا واگذار میکنی؟ میرم. واگذار میکنی؟ واگذار میکنی؟ میرم. بره. تشکر. غرب و شرقتان گم در گم است. شایف جان یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. شریف. تخلصشون از یادم رفته. شریف از نامشان. شریف. شریف آسی بود. بچه خاله قهار آسی. راشد جان یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. مولانا. مولانا. مولانا جلال الدین یا مشهور به هم مولانا. آرش جان یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. سعدی شیرازی. سعدی شیرازی. نبود. مشورت کنه شما. شایف جان یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. شمس تبریزی. شمس تبریزی. نبود. مشورت کردیم. رفیع جان یک شاعر مشهور افغانستان را نام بگی. خوشحال خان خطک. خوشحال خان خطک. خطک. خوشحال خان خطک. موافق هستین؟ شما موافق هستین یا جواب نمیدید؟ موافق هستم باید. خوشحال خان خطک هست. من خودم 100% میگم این شاعر افغانستان هست. در بین جواب هست؟ خوشحال خان خطک. ببینیم جوابایی که باقی مانده. شاعرهای خیلی مشهور افغانستان که همه او هم میشناسیم. و بلند بخونه که دو تیم عزیز ما بفهمن کدام شاعر است. نمبر 7 رابعه بلخی. نمبر 6 عبدالباری جهانی. نمبر 5 سلیمان لایق. نمبر 3 جامی هروی. و نمبر 2 عبدالمانی بیدل. ای بود شاعرهای مشهور کشور افغانستان ما. درست بود؟ دراپ هستی تو هم یک سال دیگه مکتب میخونی. وقفه میگیریم زود برمیگردیم. وطنداره عزیزم شیرینم خوش آمدیم به ادامه مرحله اول. و قبل از او تشکر از حامیان برنامه. اکسبول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشطعم ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت هم از آن اکسبول هست. میریم سراغ سوال سوم برنامه. از نفرای اول خواهش میکنم که تشریف بیارن به این سوال جواب بتن چون چانس های دیگر رو سوزانده بودن. بیاین جلیل عزیز و شایب عزیز دوستا تشویقشان کنیم. بخوانم سواله؟ بخوانم. مریضی را نام ببرید که برای جلوگیری از مبتلا شدن سوالم تکمیل نشده بود. یک دو سه. سرطان. دیر جواب دادی. شاید جان سوالم اینا رو با هم تکمیل شود. درست. مریضی نام ببر که برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن واکسین ساخته شده. کووید 19. کووید 19 یا همون کرونا هست. کرونا بیشترین امتیاز داشت. میری یا واگذار میکنی سوال؟ میری. بله. تشکر دوستا تشکر. جلیل عزیز تشکر. راشد جان مریضی نام ببر که برای جلوگیری از این واکسین ساخته شده. پولیو. پولیو. بله. یا فلج اطفال هست دوستا. پولیو. مریضی نام ببر که برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن واکسین ساخته شده. سرخکان. سرخکان. شاید جان مریضی نام ببر که برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن واکسین ساخته شده. ریزش. ریزش. بله اکون. راشد جان. بله. مریضی نام ببر که برای جلوگیری از مبتلا شدن به او واکسین ساخته شده. توبرکلوز. توبرکلوز. مشورت کنید فامیل اخبال واک. آرش جان مریضی نامی که برای جلوگیری از اون واکسین ساخته شده. یک دو سه چهار. چند میشه؟ آماده هستیم. مشورت کردیم. رفیع جان یک مریضی نامی که برای جلوگیری از حساسیت یا آلرژی. حساسیت یا آلرژی. سوالم هم نمانده تک میشه. منان جان یک مریضی نام بگی که برای جلوگیری از اون واکسین ساخته شده. موافق هستم. حساسیت یا آلرژی؟ با آلرژی موافق هستم. آلرژی.
نبود. چک چک کنی خودتانه. حساسیتی که فامیل اخبلواک جواب داد یک حساسیت فصلی است که یا سه ماه یا شش ماه واکسین داره. گوه وقتی حساسیت کردی پیچ کاری میکنه. اما این مریضی هایی که ما گفتیم بسیار خطرناک است. با ما دوستا جوابایی که مانده رو یک جا بخونی. نمبر پنج زردی و نمبر چار تیتانوس. میرم سراغ سوال چهارم برنامه که 300 امتیاز پوره داره و یک فامیل میتونه برنده بسازه. از نفرای دوم راشد عزیز و منان عزیز خواهش میکنم تشریف بیارن. دوستا تشویقشان کنه. منطقه کابل را نام ببرید که در آنجا کله و پاچپزی های مشهور موجود است. تایم اسکن. تایم اسکن. منان جان منطقه کابل را نام ببر که در آنجا کله پاچپزی های مشهور است. یک سر چاو جاده. جاده چاوک. بیشترین امتیاز را گرفتیم. سعی کن میری یا واگذار میکنی سوالا؟ واگذار میکنن. بفرمایید واگذار کردن. بسیار عالی. ریسک که بسیار کلان کردیم. اگه یا جواب بدم برنده مرحله اول میشه. آرش جان منطقه کابل را نام ببر که در آنجا کله پاچپزی های مشهور است. کوچه سنگی. کوچه سنگی. شعیب جان منطقه کابل را نام ببر که در آنجا کله پاچپزی های مشهور است. شار. شار. شار هست؟ نبود. مشورت کنه فامیل اخبلواک. راشد جان منطقه کابل را نام ببر که در آنجا کله پاچپزی های مشهور است. دیمزنگ. دیمزنگ. مشورت کردیم. رفیق جان منطقه کابل را نام ببر که در آنجا کله پاچپزی های مشهور است. کوچه کافروشی. کوچه کافروشی. بله. منان جان موافق هستم. موافق هستیم. موافق هستم. کوچه کافروشی. نبود. و 120 امتیاز آمد طرف فامیل شمال که جمع امتیازاتون شد 256. شما برنده نشده. شما برنده. بسیار آسان است جواب. یعنی شما اگر در کابل باشی و کلاپاچا نخورده باشی در جای مشهور واقعا نصف عمرتان بر فناست. جوابی که با ما باقی مانده رو یک جا دوستا بخونید. نمبر 3 مندوی. نمبر 2 مرادخانی. جای بسیار مشهور است که کلاپاچاهای بسیار خوشمزه دارد. فعلا هیچ فامیل ما برنده نیست. میریم سراغ سوال پنجم برنامه. سوالی که یک فامیل میتونه برنده بسازه و این سوال هم یک جواب داره که از هر کس هم پرسان کنی همه یک جواب داره. و میریم سراغ نفرهای سوم. رفیع عزیز و آرش عزیز دوستا تشویقشان کنید. معمولا در کدام فصل سال سوالم تکمیل نشده بود؟ بفرما آرش. 3 ثانیه زمان میتونه. 1 2 3. تابستان. دیرم جواب دادی. معمولا در کدام فصل سال بیشتر برف میبارد؟ اینا رو ناکام کنم یا کامیاب؟ دلتان. زمستان. زمستان هست دوستا. زمستان. زمستان. تشکر آرش عزیز بفرما و تشکر از شرکت خالد لمر به خاطر تحفه دادن دو موبایل سمارت و ساده و فامیل برنده ما فامیل اخبلواک. دوستا تشویقشان کنه. جدیدترین و مدرن‌ترین مرکز فروشات موبایل نمایندگی کارتای 4 خالد لمر. با خرید از نمایندگی جدید خالد لمر شامل تحایف و تخفیف‌های حیرت انگیز شوید. خالد لمر یگانه مرکز فروش موبایل با استانداردهای جهانی در سطح افغانستان. شرکت تجارتی خالد لمر نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان. و تبریکتان باشه. دو تا موبایل، یک 4 سیم کارت سمارت با تچ خیلی عالی و یک موبایل 2 سیم کارت ساده با آنتن دهی فوق العاده خدمت شما برند و مبارکتان باشه. ها سیمستر اثر میشه نه؟ جواب دادی. جواب و مبلغ 10000 افغانی از طرف برنامه با فامیل برنده ما مبارکتان باشه. دو نفر انتخاب کنین به خاطر جواب دادن سوالات مرحله دوم. خب فعلا استاد چه میشه؟ مسئول. تشکر از فامیل شمال. برد باغ مطرح نیست.
256 امتیاز گرفتین، چانس یاری نکرد. موفق باشین در عرصه‌های بعدی زندگیتان. حرفی پایین باشه که امروهای ما در اختیارتان. تشکر شمزان، برد و باخت مهم نیست. بله دقیقاً. کدام گفتنی خاص ندارم. تشکر از برنامه‌تان. تشکر راشد عزیز. تشکر از اینکه ما رو دیگه دعوت کردید. قربان شما رش. تشکر از اینکه ما رو دیگه دعوت کردید. با خیر است، من با معلمت از همینجا میگم خیر است. ما رو این بچه باز درس بخونه که صنف در بده. دوستا تشویقشان کنید. خب کی انتخاب کردین؟ ما و رفیق جان. بفرمایید. بفرمایید دوستا تشویقشان کنه. کدامتان میره به اتاق آرام و کدامتان به پنج سوال مرحله دوم اول جواب؟ رفیق جان به اتاق آرام بره و من جواب میدم. درست است. رفیق عزیز تشویق کنه دوستا، بفرمایید رفیق جان. عیسو برو. دوستا رو عیسو روانه کنم. وطنداره عزیزم جایی نرین، مرحله دوم باقی مانده، مرحله 500,000 افغانی. زود بعد میگردیم خدمت شما عزیزان. یک وقت بنه. وطنداره عزیزم به ادامه برنامه و دیدیم که فامیل اقبال باک مرحله اول برنده شدن. خوش آمدی جلیل عزیز با مرحله دوم، مرحله 500,000. در این مرحله ما 20 ثانیه زمان میتونم برات 5 سوال پرسان میکنم. دوست عزیزم داخل اتاق آرام است، صدای موتور رو نمیشنوه و اگه سوالی یا جواب دادی خوب، نتونستی جواب بدی بگو بگذر، در آخر اگه ثانیه ها باقی ماند دوباره پرسان میکنم و دوباره جواب بدی و خواهشاً بلند جواب بدی. بلند جواب. درست. آماده هستی؟ آماده هستم. دلیل را نام ببرید که ممکن به یک پیام پاسخ ندهید. یه چیزی که سرم خوش نخورد. کار را نام ببرید که هرگز بدون انجام آن خانه را ترک نمی کنید. وضو کردن. کار را نام ببرید که افراد بعد از تمام شدن تحصیلشان انجام می دهند. بعد از شدن تحصیلشان وظیفه. جایی را نام ببرید که ممکن در آنجا صدای رادیو به گوشتان بخورد. استودیو. تایمت پوره شده بود. خوب جواب دادی. دوستا تشکر کنه جلیل عزیزم. بسیار خوب جواب دادی. نه سوال اول پرسان کردم جلیل عزیز، دلیل را نام ببر که ممکن به یک پیام پاسخ ندی و خودت جواب دادی. مناسب نبودن یا امو دوست نداشتی جواب نمیدی. چند امتیاز داره؟ 40 امتیاز. خوب امتیاز. سوال دوم پرسان کردم کار را نام ببر که هرگز بدون انجام آن خانه را ترک نمی کنی و خودت بسیار یک جواب مقبول دادی و گفتی؟ وضو کردن. چند امتیاز داره وضو کردن؟ 14 امتیاز. سوال سوم پرسان کردم که کاری را نام ببر که افراد بعد از تمام شدن تحصیلشان انجام میدهند و خودت جواب دادی؟ وظیفه پیدا کردن یا همون وظیفه. چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ 35. 16 امتیاز. سوال چهارم پرسان کردم جایی را نام ببر که ممکن در آنجا صدای رادیو به گوشتان بخورد و خودت ثانیه پوره شده بود. نمیفهم که جواب تا کمتر گرفت یا نه. و خودت گفتی استودیو. ثانیه هایت پوره شده بود. وزی چند امتیاز میگیری؟ صفر. و سوال پنجم که هیچ فرصت نشد بخونم. بازم تبریکت باشه جلیل عزیز، مرحله اول برنده شدین. تشکر. مننه. بخیر باشین. دوستا تشریف کنید. بفرمایید جلیل عزیز. از دوست دیگه ما خواهش می‌کنم که تشریف بیارن و 5 سوال تکراری دوباره جواب بدن. خوش آمدید رفیق عزیز. بخیر باشه. رفیق جان من 5 سوال از جلیل پرسان کردم، امتیاز خوب گرفت. دوباره 5 سوال تکراری از خودت پرسان می‌کنم. 25 ثانیه زمان می‌تونم جواب تکراری بدی. صدا رو می‌شنوید. و اگه نتونستی سوالی جواب بدی بگو بگذر، در آخر اگه ثانیه‌ها باقی مان دوباره پرسان می‌کنم. آماده هستی؟ بله. همکار عزیز 5 ثانیه را با رفیق عزیز آماده کنم. دلیل را نام ببر که ممکن به یک پیام پاسخ ندی. مصروف بودن. کاری را نام ببر که هرگز بدون آن انجام آن خانه را ترک نمی کنی. گاز خاموش کردن. کاری را نام ببر که افراد بعد از تمام شدن تحصیلشان انجام می دهند. دیپلم گرفتن. جایی را نام ببر که ممکن در آنجا صدای رادیو به گوشتان برسد. خانه. بجز برنج مواد خوراکی را نام ببر که همیشه در خانه ها موجود می باشد. لوبیا. بسیار عالی جواب دادی. دوستا تشویقش کنید. و ثانیه هایتم همین لحظه پوره شد. سوال اول پرسان کردم دلیل را نام ببر که ممکن به یک پیام پاسخ ندی. با خودت جواب دادی رفیق عزیز؟ مصروف بودن. بله. مصروف هستی جواب پیام کسی نمیدی. میشه امکان داره. چند امتیاز داره؟ 33 امتیاز. و بلندترین امتیاز همون جلی گرفته بود. مناسب نبودن پیام که همون 40 امتیاز داشت. سوال دوم پرسان کردم که کاری را نام ببر که هرگز بدون انجام آن خانه را ترک میکنی نمیکنی و خودت جواب دادی؟ خاموش کردن گاز. چند دفعه گازو تا حالا خاموش کردی؟ راست بگو. من هر دفعه خونه خیر است. یگان دفعه. چند امتیاز داره؟ صفر. و بلندترین امتیازی بود پوشیدن بود. قبل از خانه برای
بوتا میپوشی و گازم همیشه روشن نیست. سوال سوم پرسان کردم که کار یا نام ببر که افراد بعد از تمام شدن تحصیلشان انجام میدهند و خودت جواب دادی؟ دیپلم گرفتن. چند امتیاز دارد دیپلم گرفتن؟ 30. صفر. و بلندترین امتیازی محفل فراغت بود. درست است؟ سوال چهارم پرسان کردم که جای نام ببر که ممکن در آنجا صدای رادیو به گوشتان بخورد و خودت جواب دادی؟ خانه. خانه. چند امتیاز داره؟ 11 امتیاز. و بلندترین امتیازی رستوران بود. رستوران. آه. سوال پنجم پرسان کردم که بجز برنج مواد خوراکی را نام ببر که همیشه در خانه ها موجود می باشد و خودت جواب دادی؟ لوبیا. لوبیا. زیاد دوست دارم لوبیا. خب لوبیا خورم هستی ها؟ بله. چند امتیاز داره لوبیا؟ 13 امتیاز. و بلندترین امتیاز این هم آرد بود که در هر خانه که بری آرد هست. رفی جان تبریکتان باشه، من علی اول برنده شده و در عرصه های بعدی زندگیتان موفق باشی. حرفی پیغام باشه کمره ها در اختیار. قدرمنو هیوادوال تمه یو پیغام دغه دی چې هیڅ کلام خپل جرأت له لاسه مور کوي او نه تنها په ژوند کې بلکې په هر رشته او په هر کار کې کوشش وکړي تر څو خپل هدف ته ورسیږي. مننه، خوشاله آباد اوسئ. تشکر، تشکر. دوستان تشویق کنید. و میگه که خدا وقتی آرزوی در دلت میندازه قدرت رسیدن به او هم به تو داده، پس تو تلاش کن که به او برسی. تشکر از حامیان برنامه اکسبول، قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشطعم ترین طعم را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت از آن اکسبول است. و خالد لمر، یگانه نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان. از خالد لمر همه برندهای مشهور موبایل جهان با دست آورده میتوانید. و تشکر از شما بیننده ها که تا حال ایدم از برنامه ما را همراه بودین و اگه میخواین که به برنامه ما حضور پیدا کنین با 456 زنگ بزنین که 6 دو دوره فشار بتین. بعد از شنیدن صدای بیپ صدای دلگرمتان رو به ما ارسال کنین، در آخر کلید علامت نمبر رو بزنین، صدای زیبای شما به ما میرسه و ما شما را دعوت میکنیم به برنامه زیبای خود. و تشکر از شما که در برنامه ما حضور پیدا کردین و تا فردا شب که باز من شمس رحمانی مهمان خانه های شما میشم، شما را به الله یک تا و بی همتا میسپارم. شب بخیر افغانستان.